من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سخنان امکار گرامی امان جناب مولانا ملک محمد کرد حفظه الله استفاده کردیم، آیه حضورتون تلاوت کردم و فهرامون این آیه جملات شکسته و مختصری را عرض می کنم ان شاء الله بتوفيق الفروردگار. از زندگی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم وقتی که بررسی می کنیم و آیات الهی، آیات قرآن عظیم الشان تلاوت می شوند و زندگی سلف صالح و بزرگان وقتی بررسی می کنیم، تاریخ اسلام، تاریخ ادیان نشان می دهد که در طول تاریخ همواره حق مورد هجمه باطل قرار داشته است. دنیای باطل، دنیای کفر، دنیای شرک، دنیای نفاق همیشه در صدد نابودی دین بوده، در صدد نابودی اسلام بوده و این مشکل در هیچ زمانه از بین نرفته است و همواره این مشکلات و کشمکش در دنیا وجود داشته است. کشمکش حق و باطل، کشمکش ایمان و کفر و کشمکش توحید و شرک و کشمکش انکار اصولهای اسلامی، اصولهای اعتقادی، عملی، ارکانهای اسلام همواره در طول تاریخ مورد هجمه بودند و الله تعالی بارها این مسئله را تذکره کرده است، مخصوصا از جانب یهود و نصارا. در طول تاریخ اسلام، دین اسلام و پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم و قرآن عظیم الشان مورد ظلم قرار گرفتند و مورد تعدی و تعرض قرار گرفتند. در طبیعت باطل همین هست که حق تعامل نمی کنه و حق برداشت نمی کنه و لہذا حرکت علی حق در نشان میده از خودش و بی تفاوت نمی نشینه.
زندگی مبارک و پاک و بی آلائش حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما بررسی بکنیم که حضرت تا آخری لحظاتی که از دنیا تشی بردن راحت ندیدن. یک روز بدر و یک روز احد و یک روز حنین و تعدیدهای مختلف بررسی که شده است همین نشان میده که آن حضرت در مقابل هر کسی که رفتن برای اینکه او طرف تهدید بوده و مکه مکرمه که فتح شد مردم حنین جمع شدند که قوم جنگجو بودند و با اسلام مقابله بکنند. احد هم به کنار شهر مدینه آمدند و تنها به قبائل عرب و جزیره العرب بسندگی نکرد، رومی ها لشکر کشی کردند و به تبوک آمدند و ایرانی ها لشکر کشی کردند و اسلام تهدید دانستن برای خود، در حالی که اس دین اسلام دین نجات بخش است، تهدید نیست. تهدید بله برای هواهای نفسانی و هواهای شیطانی، و دین اسلام تهدید علیه منکرات و علیه معاصی، و دین اسلام تهدید علیه استکبار تکبر و علیه جنایت علیه بشر، ظلم برای ظلم تهدید، و دین اسلام دین اعتدال و دین عدالت هست. لذا که مردم را غلام گرفته بودند و مانند حیوان با انسانها رفتار می کردند در ایران قبل از اسلام و در روم، فارس و قیصر و کسرا، لذا آنها دین اسلام را علیه خود تهدید تلقی کردند و لذا به لشکر کشی و آمادگی جنگی فرداختند. و قرآن تعبیر میکنه اینها را که اینها قصد داشتن نور خدا را خاموش کنن. یریدون لیطفئوا نور الله به افواهیم، قبل از این تذکره یهود و نصاراست. و در سوره مبارکه توبه هم قبل از همین آیات یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم هم تذکره یهود و نصاراست. معلوم میشه که بالاترین تهدید از جانب دو اهل کتاب بود که اسلام را برای خود تهدید تلقی کردن، و اسلام فرصت بود در واقع برای همه جهانیان، و الانم اسلام برای همه دنیا فرصتی برای شرق و فرصتی برای غرب و فرصتی برای دنیایی که ادعای تمدن داره و فرصتی برای دنیایی که ادعای پیشرفت داره و ترقی دارد. اسلام برای همه دنیا تهدید نیست، فرصت. اسلام دین جنگ نیست، و آنهایی که اسلام را دین جنگ میدونند اسلام را نفهمیدند. اگر امامه به سر باشند و اهل علم باشند یا خود را کارشناس بدان، حضور نشناختن. اسلام صرفا فرصته، و اسلام دنیا را تهدید به جنگ نمی کنه. اسلام یک چیز می خواهد و او اینه که حق واضح بشه برای مردم، حق بگذارن تا روشن بشه. اما فضیرش اسلام به هیچ صورت در دین اجباری نیست، هر کسی می خواهد بفضیره، هر کسی می خواهد نفضیره، بعد از اینکه حق بفهم. بله، اسلام تهدید در مقابل ظالمان، در مقابل مستکبران و گردن کشان، اونهایی که ملتها را استعمار می کنند، اونهایی که ملتها سرمایه های ملتها را می برند، و اونهایی که ملتها را غلام قرار می دند و برده قرار می دند. اسلام در مقابل اینها تهدید. اسلام در اسلام بردگی نیست به اون معنایی که در دنیا موجوده. اسلام در مقابل کسانی که حربی هستند
وبجنگ میآیند و به مقابله میآیند و تعدی میکنند و تجاوز میکنند. اونها را که اسیر بکنه یک راهش اینه که اونها را بالاخره اسیر کنند و زندان کنند یا برده قرار بدن یا آزاد کنند. در طول تاریخ، تاریخ اسلام نشان میده که اسیر نکشتند، نه خود حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، نه خلفای راشدین و صحابه کرام یا اسیر آزاد کردند یا اسیر حربی که ولکن نبوده گفته آزاد بشه مجدد به جنگ میاد او را برده قرار دادن. و وقتی که اصلاح شده و هدایت شده او را آزاد کردن و تشویق کردن به آزادی اسیران. اسلام بیشتر باید رویش فکر بشه و بیشتر روی اسلام باید تدبر. اسلام دین جهاد هست، جهاد در مقابل که؟ نه جهاد در مقابل کفار غیر مسلم ها، بلکه جهاد در مقابل اون انسان هایی که منطق گفتمان ندارن، منطق صلح ندارن، به عدالت تن نمیدهن و حقوق انسان ها را نمیشناسن و تعدی میکنن و تجاوز میکنن و زور میگه. بله، اسلام در مقابل زورگویان و متجاوزان دین جهاده، نه در مقابل کسانی که به راحتی زندگی میکنن. او جاءوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم. اینجا گروهی در مقابل اسلام بوده و حربی بوده و داشته می جنگیده، فرموده هر کسی که نخواهد با قومش همراه بشه با شما بجنگه و هر کسی که حاضر هم نیست با شما همراه بشه با قومش هم بجنگه، شما با او هیچ کاری داشته باشه. شما تنها با کسی کار دارید که اونها میخوان با شما بجنگند. او جاءوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوکم ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا الیکم السلم فما جعل الله علیکم لکم علیهم سبیلا. جنگ اینجا اسلام با این الفاظ حرام قرار داده در مقابل غیر مسلمان که قصد جنگ نداره، میخواد سالم زندگی بکنه، میخواد رابطه داشته باشه، میخواد تعامل داشته باشه، و اسے من کر دی اینجا جنگ را اللہ تعالی که شما با این حق جنگ ندارید با عنوان اینکه غیر مسلمان. و اللہ میگه من بخوام اینا را سر شما مسلط بکنم، ولیکن وقتی من این هر جدا شدم با شما نمی جنگم، شما کاری ندارم، شما حقی با اینا ندارید. ولهذا این در طول تاریخ مسلمانان همیشه در تهدیدن از طرف اسلام، در تهدید دشمنان. این نور خدا را کسانی که نمیتوانند تحمل کنند، تاریکی میخواهند، هدایت را نمیخواهند، زلالت میخواهند، روشنی را نمیخواهند، تاریکی میخواهند و هواهای نفسانی را میخواهند، نفس پرستن، بنده خدا نیستن، دشمن خدا و بنده نفسن، بنده شیطانن. اینها در طول تاریخ شرارت کردن و برای اینکه دین اسلام نابود بکنن به صحنه آمدن. و برای همین الله تعالی در قرآن در جاهای مختلف دعوت میده یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم. آیه قبل تلاوت کنید معلومش اینا کسانی، این الله در مقابل کسانی فرا میخواند که آی بندگان من، من نصرت کنید، یعنی دین من نصرت بکنید، در مقابل مهاجمان، در مقابل متجاوزان، در مقابل کسانی هستند که میخوان با دین بجنگن، هزینه بکنن و سرمایه گذاری بکنن که دین اسلام از بین ببرن. امروز در عرصه های گوناگون در دنیا جنگ موجوده و شما این جریان خاورمیانه و یمن و کشورهای اسلامی را که میبینید، اینا همه دسیسه غیر مسلمانان است. دسیسه اونایی است که اسلام
تحمل نمی کنند، دین تحمل نمی کنند، ولی این کلمه را به زبان نمی آورند و از راه دیگه چیزی را نام می گیرند، تروریسم و افراطگرایی و و اگر بررسی بشه و آسیب شناسی بشه، همه گفته میشه که آسیب شناسی بشه، اگر آسیب شناسی واقعی انجام بگیره افراطگرایی و تندروی معلول هست و علتش بعد همینه هستن، همینه ای که علا بجنگ با افراطگرایی آمد. ما همواره فکر ما همینه که اگر اینها بخواهند حل آسانه با آسیب شناسی بکنن و با علت برخورد بکنن تا با معلول و افراطگرایی به پایان میرسه، تندروی تمام میشه، ریشه پیدا نمی کنه، حامی پیدا نمی کنه، ناصر پیدا نمی کنه و علاج داره، هر مریضی در دنیا علاج داره و لحاظه علاج تنها جنگ نیست و علاج تنها بمباران نیست و این مسائل نیستن، دیگه مسائل موجود داره، ولیکن نمی خواهند ادعای که این مسائل انجام بگیره، افراطگرایی به پایان برسه، تروریسم را از راه صحیح، از راه منطقی، از راه درست مقابله نمی کنند. تروریسم که تهدیده برای دنیا است، هم برای اسلام تهدیده، افراطگرایی و تندروی هم برای دنیا تهدیده، اما این تهدید باید به نحو منطقی و نحو درست مقابله بشود، نمیشه. و پشت فردا به هر حال دنیا میخواهد، دنیای غیر اسلام، دنیای کفر، دنیای شرک، دنیای نفاق میخواهند که قرآن اونها را تعبیر میکنه والذین فی قلوبهم مرض، مرض شک و مرض نفاق موجوده، میخواهند جهان اسلام از بین بره، مسلمانان را بر قلب مسلمانان میخواهند پایگاه بزنند، بر قلب مسلمانان میخواهند تسلط پیدا بکنند. این که شما میشنوید قدرت ها در تلاش دارن و در رقابت هم که در خاورمیانه پایگاه بزنند، پایگاه نظامی بزنند، در دریا و خشکی، همه اینا برای یعنی که اینا میخوان مسلط باشن، منافع خود را بهره برداری بکنن و به هر صورت که میخوان جهان اسلام جهت بدن و ریاست کنن و حکومت کنن بر جهان اسلام. این برای یعنی اینا دلشون برای هیچ کسی نسوخت و نه برای گریه اینها، گریه تمساه و لحاظه عشق تمساه میریزن و اینها نه دوسته، هیچ فرقی نیستن، هیچ گروهی نیستن، هیچ اندیشه اسلامی جو اصل اسلام نمی خواهن و با اصل اسلام سازگار نیستن. اما برای بار برداری یکی یک طرف میسته، یکی دیگه طرف میسته، بعض یک جانب بعض جانب دیگه میسته. لحاظه اصل من عرض کردم که در عرصه های مختلف امروز مسلمانان مورد هجمان و دین اسلام مورد هجمه، امروز انترنت و محوارا عصر محوارا است و عصر انترنت از طریق انترنت و محوارا و ابزار و آلات جدید چقدر بر دین اسلام هجوم ہے، چقدر بر پیامبر اسلام هجوم ہے و بر اصل دین هجوم ہے. امروز دنیا میخواهد میلیاردها دلار خرج بکنه تا فرهنگ اسلامی که در اثر بیداری اسلامی در شکل میگیره و باز میگرده توی کشورهای اسلامی، توی جهان اسلام، توی دنیای غیر اسلام و در سطح کره خاکی اسلام در پیش رفته و مردم دنبال دینن، دنبال روشی هستن که سکون پیدا کنن، آرامش پیدا کنن و استرابشون را از بین ببرن. امروز شما میبینید که چقدر تبلیغات میشه، اهانت های اخیر به پیامبر اسلام، به اون انسانی که برای همه دنیا رحمته و ما ارسلنک الا رحمتا للعالمین، نه تنها رحمت برای مسلمانان
برای مسلمان و غیر مسلمان، برای جن و برای انس، رحمت برای همه عالمیان، رحمت برای فرشتگان، رحمت برای دریاها، مایها در دریا و همه موجودات و عالمیان رحمت است. او را که بهترین انسانه و هیچ لکه در سیرت و تاریخ و وجود نداره، او را مورد هجمه قرار میده. قرآن می سوزن و بغضشون و عداوتشون را ظاهر می کنن. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. بغض و عداوت از زبان هایشون ظاهر میشه و آنچه که در سینه هست او خیلی بزرگتر از اینه. ولذا عزیزان من، خیال نکنید که دین دشمن نداره، دین بدخواه نداره، حق مخالف نداره. نه، اینها در طول تاریخ مخالف داشته و مخالفتش را تا آخر الزمان خواهد داشت. و این چراغ فروردگار را همواره در دنیا تلاش کردن، دنیای گذشته در صدر اسلام و بیش از قبل از دین اسلام، و الان هم دنیا به همین مشغولی که این چراغ خدا را با خوف کردن خاموش بکنه، با زبان آیشون و با تبلیغاتشون میخوان خاموش بکنن. و وظیفه همه ما اینه که از دین حمایت بکنه. پرچم دین باید نگهداری بشه، مسلمانان باید متحد بشن، منسجم بشن، همه افکار و همه گروه ها و همه اندیشه های اسلامی باید در کنار هم قرار بگیرن برای نصرت دین. نصرت دین نصرت خودشانه، به منافع مسلمانان هست، به منافع جهان اسلامی که دین اسلام محفوظ بشه و قرآن مورد حمایت قرار بگیره و نام فروردگار در دنیا بلند بشه، کلمه الهی بلند بشه و نام حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم در به همه زمان ها مورد تذکره قرار بگیره. و لحظه نباید راحت نشست، نباید بی فکر نشست. الله این دین حفاظت میکنه، اما به وسیله بندگان حفاظت میکنه، به وسیله شما. الله میگه که دشمنان، نقشه دشمنان را بر آب خواهد کرد که میکشن، نقشه میکشن که این چراغ خاموش بکنن، اما به وسیله شما، به وسیله بندگان. دنیا دنیای امتحان و آزمایشه. نشر دین و عمل به دین و حمایت از دین به مال و جان بر وظیفه من و شما است، بر وظیفه آل اسلام مسلمانانه. مسلمانان این باید توطئه ها را میبینند، این نقشه ها را میبینند. مسلمانان باید منسجم بشن و اینطور نباشه که مسلمانان از همین بلا تشبیه از حیوانات گوسفند باید درس بگیرن. مسلمانان که وقتی گرگا میبینه گوسفندها رم میکنند و با هم جمع میشن، گوسفندها متفرقند میچرند، اما وقتی که گرگا دیدن همه فرار میکنند و با هم کلاف میشن و تو در تو متحد میشن با هم که تهدید گرگ موجوده و دشمن موجوده. همواره گوسفندها از گرگ در هراسند. و امروز مسلمانان، توهینی به مسلمانان نیست، نباشه مثالی است و در مثال مناقشه نیست. مسلمان همی اندازه همی حیوانات باید فکر بکنن که حیوانات از گرگشون رنگ میکنن. ولی هزینه از کسانی که قسم خوردن نسبت به دین و دشمنی هایشون بیانه واضح روشن هست نسبت به دین، نباید تحت سلطه اینها بره، نباید دست دوستی به اینها بده، نباید با اینها متحد باشه. مسلمان حق داره که کنار مسلمان قرار بگیره و مسلمان ها هم منافع خودشون و هم منافع دین که منافع ماست
به او باید بیندیشم و فکر بکنم. شما مردم عزیز همه وظیفه دارید امروز که دین محکم بگیرید و از گرفتن محکم دینانه که به دین عمل بکنید. باید اون معتاد هم توبه بکنه و برگرده، قائل نماز هم باید توبه بکنه از قائل نمازی و دینش را محکم بگیره و مضبوط بگیره. گناهگار گناه را لگت بزنه و ترک بده اعتیادات، ترک بده مواد مخدر را، ترک بده مشروبات الکلی را. متاسفانه مواد مخدر زایات داشته در منطقه و زایات آورده اختلاف، گروگانگیری و بسیاری از قاتل، مشکلات و اعدام هم که عده افراد که مفید بودن برای جامعه اگر فریب نمی خوردن، اگر نمی رفتن در راه مخدر، مواد مخدر و به کارهای دیگه می فرداختن برای جامعه ما مفید بودن، رفتند و یا کشته شدن یا کشتند کسانی دیگری را، مامورین عزیز انتظامی و نظامی را و یا خودشون کشته شده. همه زایات، همه ایرانی هن و اگر به مسیر صحیح برن مسلمان هن، ایرانی هستن به نفع است. و لحظه این زایاتی که از مواد مخدر تحمل کردن، همه باید به فکر کنن و بی اندیشن که این چه موادی است که آورده میشه توی وطن ما، چه زایات داره، چه نقصان داره برای منطقه. و اگر خود این عزیزم فکر بکنم به حرمتش پی میبرم بدون اینکه از مفتی فتوا بگیرند، از علما فتوا بگیرند، خود اینا فکر بکنن که چه نقصان داره، چه ضرری داره، به همین نتیجه میرسن که این مواد ناجایزه و دست بکشند از این روزی و برند دنبال روزیه حلال و الله تعالی روزی حلال میرسونه. و خدا نان میده، اگر یه وقت نان خشک هم آدم بخوره و لباس کهنه بپوشه بهتره که راحت باشه، اما دست به این کار نزنه. و اگر کپاشی بکنه بشینه به نظر من و بهتر است بره جاروی بزنه و نان دریافت بکنه، سر خیابان دست فروشی باز بکنه مثل بعضی که این دوانه خربوزه میوه میپروشه، بهتری از این که بره که پولی به دست بیفتد که نقصان داره، برای چیزی را بیاورد که ضرر داره، نقصان داره و ضربه وارد میکنه به جامعه و امنیت از بین میبره و سلب میکنه امنیت خود افراد، خود خانواده را. و لحظه عرضم برای همین بود که باید من و شما بیدار باشیم. الله این دین من و شما را عنایت کرده که دین حق هست و الله با حق، الله با این دین، الله با ماست. اگر ما با الله تعالی باشیم و اگر الله ما الله را ویل بکنیم، الله ما را ویل خواهد کرد. و اگر ویل کردن فروردگار، ویل کردن دین خداست. اگر ما دین الله را ویل کنیم، یعنی احکام خدا را عمل نکنیم و به احکام خدا کوتاهی بکنیم، الله سبحانه و تعالی ما را نصرت نخواهد کرد. نصرت الهی و سنت فروردگار در نصرت آنه که با خدا باشه. واقعا چیزی که بسیار آزار داد در این هفته و آزار دهنده بود و همه ماها را رنجانید، سخت بمباران مراسم عزاداری در یمن بود که کسی وفات کرده بود و عده کثیری برای عزاداری جمع شدند و اینها بمباری شدند و این بمباران تلفات سنگینی داشت. اینا انسان بودند، اینا مسلمان بودند، اینا مردم یمن بودند و مردم هر جای باشند. و این کار نادرست بود، کار به جای رسیده که مردم بی گناه، مردم بی دفاع که دفاعی از خود ندارند
یا سر نماز زده بشوند، توی مساجد یا در عزاداری زده بشوند. واقعا این بسیار گناه سنگینی است و از دیدگاه ما این ملامت و محکوم. تکبیر منباران فی در فی حلب و کشتن مردم بی گناه هم هیچ توجیه نداره. بالاخره یه وقتی است که افراد با افراد مسلح کسی روبرو است و یک وقتی است که افراد بی گناه کشته می شود، شهر زده می شه، ویران می شه با بمب‌های غیر مجاز. همو یمن با بمب‌های غیر مجاز زدن، هم حلب با بمب‌های غیر مجاز می زنن. و این از دیدگاه ما ملامت و محکوم از کشتن بی گناه. تکبیر الله تعالی این مشکلات جهان اسلام و الله تعالی این مشکلات حل بکنه. جا داره که تشکر کنم بنده از عزیزان سفاه سلمان و داستانی محترم زاهدان، به خاطر اینکه گروهی میخواستند از شهرستانا برای گروه افراطی انحرافی و وحدت ستیز که در ایام محرم میخواستن بیاین اینجا و بالاخره تحرکات نشان بدن که وحدت را خدشدار بکنن و برادری را. با بیداری این عزیزان ما الحمدلله از این گروه جلوگیری شد و الله تعالی خیر بده عزیزان ما را، عزیزان سفاه سلمان و دادستانی محترم را که با بیداری جلوگیری کرده. ما معتقدیم که افراطگرایی و تندروی در هر قشری که موجوده، در هر فرقی که موجوده که به وحدت مضرند، باید از اینها به شدت جلوگیری بشه. و خدا را شکر میکنیم ما الحمدلله ایام محرم که می آید یه دغدغه هست که خدای نکرده افراطگرایی انجام بگیره، تندروی از هر طرف باشه. والحمدلله با بیداری شما مردم و بیداری مسئولان زیر رفت الحمدلله، و محرم ایامش که میره من راحت میشیم که الحمدلله توی استان ما که خودش بالاخره به یک کمترین چیز تبلیغات میشه الحمدلله مشکلات رخ نداد و این لطف فروردگار بود. و ایش تشکر دیگری از عزیزانی که به هر حال شرکت و تفتانه ای را در برقرار کردند و یه هوافیمایی محلی هست و استانی و اینها شرکتی دایر کردند و دنبال هوافیما دارند و هوافیمای دیگه هم بخرم بیارم به سیستم و با خدمات و بسیار خوب و خدمه های هم به لباس محلی آوردن، چیزی خیلی خوبه و هر کسی که بشنود خوشحال میشه و ما برای عزیزان دعای خیر میکنیم که موفق باشند انشاءالله. ایام سرشماری ملی که در سطح کشور انجام میگیره و هم نفوس و انسان ها را میخواهند عددشون را بدونند و هم این عرض کنم که سرشماری شمارش مسکن هم هست و این و در سطح کشور و باید مردمی که در استان زندگی می کنند عددشون معلوم باشه که خدمات و بودجه و خیلی چیزها بر اساس همین آمار به دست تصمیم گیری میشه و رسیدگی میشه و لحاظه این هیچ خطرات ضرری نداره و کسانی که بتوانند تا 24 پایان 24 برن سرشماری بکنند با کامپیوتر میشه و کسانی که نتوانستند به جلوی خانه هایشون مامور میآید و با این مامورین سرشماری باید همکاری بشه. آمار هم شهرمون، آمار روستاها و اطراف باید دقیق معلوم بشه، این به نفع و خیر و هیچ نوع ضرری نداره. این یک نکته اینا خواستم خدمت شما اعلام بکنم. و نکته دیگر، من صحبتی داشتم در رابطه با همین که دین اسلام از جانب غیر مسلم دشمنان به خطر هست. این دشمن گای غیر مسلمانه و گای دشمن در لباس مسلمانه.
مسلمان نماها همونی که امام حسین رضی الله تعالی عنہ قیامش در مقابل همون کسانی بود که نمایش اسلام می دادن اما به دیگه مسیر داشتن می رفتن. ولهذا قیام امام حسین که هم برای همه مسلمانان الگو هست نشان میده که اسلام نه تنها از جانب غیر مسلمانان گاهی مورد تهدید قرار میگیره و مورد تهدید اون غیر مسلمانان متکبر و خودخواه و از مسلمان نماها هم اسلام مورد تهدید. و امروز ما میبینیم که چقدر مسلمانان اما در این دنیای فناور در بسیار جا دستشون با دست دشمنان برای نابود اسلام و این هم چیزی که ما در نظر باید داشته باشیم و ما به اسلام محکم بگیریم عمل بکنیم و از دینمون بی تفاوت نباشیم نسبت به دین. ما مسئولیت داریم، ما تعهد داریم، دعا کنیم که الله مسلمان را متحد بکنه و مسلمان دور و بر ما. فکر میکنیم که امروز از روزه مطهر آن حضرت اگر به زبان نیست ولی حاله که آن حضرت همین ندا بر می آید که الیه عباد الله، آی بندگان خدا، آی مسلمان ها به سوی من برگردید. این جمله بود که در وادی حنین آن حضرت مسلمانان فرار کردند در وادی حنین و شکست خوردن و آن حضرت میدان ایستاد و صدا کرد که الیه عباد الله، آی شکر مسلمانان برگردید به من. امروز هم این ندا را قرآن داره میده که مسلمانان برگردن به قرآن و این ندا اگر به زبان نباشه حال روزه مطهر آن حضرت و وجود مسعود مبارک آن حضرت در مرقد منور و روزه مطهر همین صدا برمیاد که مسلمانان برگردید، به راه خدا برگردید، مسلمانان زاهدان برگردید به سوی خدا، مسلمانان استان، مسلمانان ایران زمین، مسلمانان دنیا، به همه شما قرآن شما را صدا میده و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم با زبان حال شما را صدا میکنه که برگردید به دین اسلام، برگردید به خدا و زندگیتون را عوض کنید.